با درود سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیو های ما. لطفاً تا پایان ویدیو با ما باشید و برای حمایت ما چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیو های جدید و روزانه ما با خبر شوید. خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفته است: نیروهای امنیتی چین وارد کنسولگری امریکا در چنگدو شده و بیرق امریکا را پایین کشیدند. بعد از ورود نیروهای فدرال امریکا به کنسولگری چین در شهر هیوستون، ایالات تگزاس، صبح امروز دوشنبه بیرق امریکا در کنسولگری این کشور در شهر چنگدو چین نیز به پایان کشیده شد. با گزارش از خبرگزاری جمهور به نقل از روی ترس، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد این کنسولگری در ساعت 10 صبح به وقت محلی تعدیل شد و مقام‌های مسئول وارد کنسولگری شده و کنترل امور را به دست گرفتند. بر این اساس گزارش روی ترس، پلیس چنگدو چین از ساعت آغازین امروز سرک‌های منتهی به این ساختمان را مسدود کرده و چند نیروی امنیتی با تجهیزات محافظتی به سمت ورودی آن رفتند. صفحه تویتر نیز چاینا دیلی نوشت مسئولان چینایی با ورود به ساختمان کنسولگری امریکا کنترل آن را به دست گرفتند. همچنین شبکه خبری دولتی CCTV چین نیز فیلمی را در حساب کاربری ویدیویی خود به اشتراک گذاشت که توسط یک خبرنگار گرفته شده بود و در آن بیرق امریکا در مقابل کنسولگری و در چنگدو در چین در ساعت 6:18 صبح به وقت محلی امروز پایین کشیده شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز گزارش داده که وزارت خارجه امریکا تعطیل شدن کنسولگری این کشور در چنگدو چین را تایید کرد. در ادامه گزارش آمده است این وزارتخانه تأسف خود را از اقدام چین در تعطیل کردن کنسولگری واشنگتن در چنگدو چین اعلام کرد و البته خبر داد که دیگر دفاتر دیپلماتیک امریکا در چین باز هستند و به کار ادامه خواهند داد. امریکا درباره تعطیلی کنسولگری خود در چنگدو چین گفته است کنسولگری امریکا در چنگدو با افتخار به تفاهم مشترک بین امریکایی ها و مردم در سیچوان، گوتیجو، یونان و تبت از 1985 ادامه داده است. دل ما برای همیشه برای شما تنگ می شود. شهر مهم چنگدو، مرکز ولایت سیچوان و در جنوب غرب چین و یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و ارتباطی چین است. این شهر را به عنوان مرکز و بنیانگذار صنایع الکترونیک و فناوری اطلاعات ملی چین می‌شناسند و شرکت‌های سرشناس و چند ملیتی متعدد از جمله مایکروسافت، موتورولا، نوکیا، آلوکاتل و اینتل در این شهر مهم مشغول فعالیت هستند. هفته پیش در ادامه تلاش‌های آمریکا برای افزایش فشار بر چین، واشنگتن از پکن خواسته بود که کنسولگری خود در شهر هیوستون، ایالات تگزاس را ظرف 72 ساعت تعطیل کند. بعد از آن وزارت خارجه چین در اقدام متقابل علیه تنش‌زایی جدید واشنگتن دستور داد کنسولگری آمریکا در شهر چنگدو چین تعطیل شود. ایالات متحده 4 ساختمان دیپلماتیک در چین دارد که شامل یک سفارتخانه در پکن و 3 کنسولگری در چنگدو، شانگهای و شیانگ است. روابط بین آمریکا و چین در طول چند دهه گذشته به دلیل بروز یک سری رویدادها شامل تنش‌های به وجود آمده بر سر تجارت، فناوری، پاندمی ویروس کرونا، ادعاهای چین در دریای چین جنوبی و سرکوب اعتراضات در هنگ کنگ به پایین ترین سطح خود رسیده است. این در حالی است که روسیه گفته است امریکا به دنبال درگیری بین روسیه و چین است. وزارت خارجه روسیه گفته است امریکا با اقدامات تحریک‌آمیز به دنبال ایجاد درگیری بین روسیه و چین است. با گزارش از اسپوتنیک، ماریا زاخاواوا،
سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه در نشست مشورتی بین دو وزارت در مورد پرابلم رسانه‌ای در سطح نمایندگان رسمی وزارت‌های خارجه گفت. روسیه و چین به هدف اصلی اقدامات تحریک‌آمیز ایالات متحده در فضای رسانه‌ای تبدیل شده است. وی در جریان کنفرانس مطبوعاتی در مورد مشکلات اطلاعاتی در سطح نمایندگان رسمی دستگاه‌های دیپلماسی روسیه و چین گفت. با توجه به اینکه روسیه و چین تبدیل به هدف اصلی و هدف جنگ اطلاعاتی شدند، بهبود تعامل در حوزه رسانه در درجه اول از طریق سرویس های ما و ارتباطات بین رسانه ها از هر زمان دیگر مهمتر است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه تصریح کرد چنین به نظر می رسد که آنها در اظهارات خود مرزها را رد کردند. این ادبیات نه تنها تهاجمی است و اقدامات تهاجمی و دنبال دارد، بلکه اکنون اینها تلاش های تحریک آمیز برای ایجاد درگیری در حوزه عمومی روسیه و چین است. این را می توانم اطمینان دهم که آنها موفق نخواهند شد. زاخاواوا در ادامه تاکید کرد تقویت شراکت برابر و تعاملات استراتژیکی با چین در اولویت های سیاست خارجی روسیه است. این ختمش ماهیتی پایدار و طویل مدت دارد و در راستای توسعه دو کشور انجام می شود. با این همه برخلاف چین و ایالات متحده آمریکا، پس از ختم پاندمی ویروس کرونا اقتصاد آلمان رونق خواهد گرفت. این کشور نقاط قوت خود را نشان داد و می تواند در بحران اقتصادی کرونا برنده باشد. با نقل از نیویورک تایمز، ایالات متحده آمریکا و چین بدهی زیادی دارند، اما بدهی آلمان کم است. با باور کارشناسان، شهرت کسب و کار خوب، دفاع برای صادرات آلمان در پس زمینه کاهش تجارت جهانی می باشد. اکثریت کارمندان در آلمان به لطف سیستم دولتی اشتغال، پاراوقت، وظایف و معاشاتشان را از دست ندادند. آلمان با مازاد بودجه وارد بحران شد. مقامات آلمانی توانستند که مالیات را کاهش دهند و به تجارت پیشه ها قرضه بدهند. مبلغ کمک ها 55% تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. آلمان همچنان برای کمک مالی به کشورهای اروپایی همسایه موافقت کرده است. نشریه آمریکایی نوشته است که برخلاف اکثریت کشورهای دیگر، آلمان قادر به عبور از تمام بحران ها می باشد. انتظار می رود که تولید ناخالص داخلی آلمان به خاطر عواقب پاندمی 6.3% در سال 2020 کاهش یابد. در 3 ماه اول اقتصاد آلمان نسبت به 3 ماه آخر سال گذشته 2.2% افت کرده است. به باور کارشناسان، سرعت بهبود تقاضا برای کالاهای آلمانی بسیار مهم خواهد بود. از سوی دیگر، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا پیشنهاد ایجاد اتحاد جدید دموکراسی ها برای مقابله با چین را ارائه داد. به گزارش سپوتنیک، مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه خواستار ایجاد اتحاد جدید دموکراسی ها علیه چین شده است. پامپیو روز پنجشنبه در کتابخانه ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در کالیفرنیا سخنرانی داشت، گفت: ما نمی توانیم به تنهایی با این چالش مقابله کنیم. سازمان ملل، ناتو، جی اف، جی 20، قدرت اقتصادی، دیپلماتیک و نظامی ما در صورت استفاده واضح و شجاعانه برای رفع این چالش کافی است. او همچنان گفت که اگر ما حزب کمونیست چین را تغییر ندهیم، ما را تغییر خواهد داد. او اضافه کرد که جهان آزاد باید با سختی هد تا ایمن بمانیم. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از تازه ترین و مهمترین رویدادها و مطالب افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید، پس چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا هیچ یک از ویدیوهای ما را از دست ندهید. همچنان برای بهبود هرچی بیشتر برنامه های بعدی ما، نظریات و پیشنهادات سالم و سازنده تان را با ما در میان بگذارید.
تا ویدیو و مطالب بعدی که برای شما آماده می‌سازیم شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. موفق و کامگار باشید.